درود بر هممیهنان و بینندگان برنامه زرتشت، آرتمیس اهورا هستم و این برنامه کاری است از جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی و همونطوری که بسیاری از شما تاکنون این برنامه رو دنبال کردین می‌بینین که در این برنامه به هر اون چیزی پرداخته میشه که به فرهنگ و تاریخ و مسائل مربوط به حوزه ایران شهر بزرگ بررسی میشه و نه فقط ایران در مرزهای سیاسی کنونی و برخی اوقات هم مسائل حتی جدیدتر و روز رو بررسی می کنن. یک سری از شما در سلسله برنامه هایی که جناب دکتر شهرام آریان و شاهین نژاد سخنگوی جنبش با شما مطرح کردن و جستار پیگیری هم بود درباره حمله اعراب به ایران و چگونگی ورود اسلام به ایران، خیلی توجه نشون دادید و دوست دارید که این گونه برنامه ها بیشتر ادامه پیدا کنه و به خصوص خیلی از بینندگان درباره باور و آیین زرتشتی و زرتشت و آن اثری که زرتشت و فرهنگ و تاریخ ایران و جهان داشته رو بررسی بکنیم. پیش از آغاز برنامه امروز من نخست یک در واقع آرامش بادی میگم به تمام خانواده های کشته شدگان هواپیمای مسافربری، به تمام اون عزیزانی که در خیزش آبان ماه در خیابان‌های ایران کشته شدند و به تمام کسانی که در تمام این 40 سال مستقیم و غیر مستقیم در اثر حضور حکومت اسلامی بخشی از خانواده یا حتی تمام خانواده‌شون رو از دست دادن، که همه اینها سرمایه‌های ملی این مملکت بودن که از دست رفتن و همه اینا فرزندان بسیار با ارزش ایران زمین بودن، چه اونهایی که در مدارج بالا و در حد دانشمندان و اندیشمندان و متخصصین در حرفه‌های گوناگون بودن که در همین هواپیمای مسافربری تعداد بسیاری از اونها رو از دست دادیم، و چه اونهایی که ممکنه از مدارج بالای تحصیلی هم نبودن یا از مدارج بالای اجتماعی هم نبودن ولی فرزندان با ارزش و سرمایه های ملی این آب و خاک بودن. همچنین به خاطر این سیل فاجعه‌آمیز سیستان و بلوچستان و همه اون تصاویری که به همه جهان ارسال شده، تصاویر بسیار تکان دهنده‌ای که از مردم در به در شده و خانه های ویران شده، دام های کشته شده، زمین های کشاورزی زیر سیل رفته و افرادی که در اون سیل و گل و لای و بدبختی گرفتار شده بودن و هیچ کس از مقامات دولتی نه در اونجا حاضر شد، نه کوچکترین پیام همدردی فرستاده شد و نه هیچ کمکی به اینها شد و از پیام‌هایی که ما دریافت کردیم حتی عده بسیاری از افراد بودن که چیزی حدود 20 نفر 30 نفر بهشون فقط 2 تا چادر داده بودن، اونم بعد از 2-3 روز که گذشته در گل و لای اینها توی سرما و در بیابان‌ها رها شده مانده بودن و خدا میدونه که اینها دچار چه مشکلاتی از نظر غذا، بهداشت، پتو، محل سکونت هستن و خدا میدونه که چقدر عوارض بعدی از تامین زندگی و معاش اینها در آینده خواهد بود، چون اینها همه زندگیشون رو از دست دادن و هم مال باخته، هم جان باخته، هم زندگی باخته شدن و متاسفانه این حکومت براشون هیچ کاری نمی کنه و این بر عهده من و شما و همه هممیهنانی که در درون کشور هستن که به یاری اینها بشتابیم و هر کس حتی با یه بیل و کلنگ اگه میتونه به اون مناطق بره و حداقل کاری که افراد میتونید بکنید اینه که به اینا کمک کنید در دفن کردن این همه دام کشته شده، چرا که در یک فاصله بسیار کوتاه بیماری های بسیار وحشتناک عفونی در اونجا رشد و گسترش خواهد یافت و این جنازه های فاسد شده اونجا همه مردم رو گرفتار موج بعدی مصیبت و آسیبی هست که به مردم مظلوم و ستمدیده در واقع سیستان و بلوچستان داره وارد میشه.
تمام این اخبار بسیار ناراحت کننده رو ما در وضعیتی داریم میشنویم که متاسفانه همه جامعه جهانی هم دارن آگاه میشن از این مورد، ولی هنوز کسی نتونسته اقدام قاطعی علیه این رژیم بکنه و ما خودمون رو به عنوان جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی در کنار شما و همراه شما میدونیم و هر گونه کمکی از نظر رساندن صدای شما به جامعه جهانی، حداقل ما که در آمریکا و اروپا زندگی میکنیم، خواهیم کرد و هر کمکی در درون ایران هم از دستمون برمیاد مضایقه نخواهیم کرد. حالا میایم به جستار امروزمون میرسیم. امروز مهمان برنامه من جناب آقای دکتر اردشیر انوشیروانی هستن، سایکیاتریست یعنی روانپزشک و از به اصطلاح هیئت امنای رنسانس ایرانی، از هموندان جنبش و از بنیانگذاران در واقع جنبش و از زرتشتیان بسیار بسیار نازنین ایران. من افتخار همراهی ایشون رو داشتم در برنامه‌های دیگری و همیشه از دریای دانش و اندیشه ایشون تونستیم استفاده بکنیم. امروز با آقای دکتر انوشیروانی می‌خوایم درباره باور یا دین، مفهوم دین، تأثیر دین در تاریخ و آنچه که دین انجام داده به طور کلی گفتگو بکنیم و بعد برسیم به باور یا آیین زرتشتی، پرسشی که همیشه همواره بسیاری از شما دارین و در مسیج های گوناگون به ما رسوندین که دوست دارید درباره باور نیاکانی و آن شیوه زندگی و فرهنگ آبا و اجدادی بدانیم و ببینیم چگونه میتوان بر اون اصول زندگی کرد. درود بر شما آقای دکتر، من خیلی خوشحالم از اینکه در این برنامه هستید. خواهش می‌کنم خوش آمدی داشته باشید به همه بینندگان این برنامه و وارد جستار بشید. من بهترین درودهای خودم رو به شما و همه بینندگان و شنوندگان برنامه شما پیشکش می‌کنم. ولی خب این روزها از شادی و شادمانی بدبختانه در بین ما خبری نیست و همه ما زخم خورده هستیم به راستی، و وقتی که میاندیشیم میبینیم که این چه فاجعه بزرگی بود که حتی اگر یک نفر جوان در این جریان کشته شده بود به راستی همون به تنهایی بسنده بود برای اینکه دل ما رو ناشاد نگه داره. ما خب مردمی هستیم به راستی فراموشکار و شاید هم بخششگر. 1400 سال این بدبختی ها بر سر ما میاد، امیدوارم این بار دیگه فراموش نکنیم. این همه ویدیو هست و آدیو هست و این همه گفتار و گفتگو و مصاحبه و اینها رو جلو چشم خودمون نگه داریم و 1400 سال هست که این بلای غیر آسمانی بر سر ما آمده دیگه. تا کی میخواییم اینها رو فراموش کنیم و باز ببخشیم؟ و بله، اینها عرب گرایان و عرب ستایان بهتری هستند، امام به سرهای بهتری هستند، حرفهای درست میزن، دیگر تا کی؟ و باید به راستی هیچ وقت فراموش نکنیم این درد بزرگی که همکنون بر سر ما اومده که به تنهایی بسنده است برای همیشه. یک ملت بزرگ رو دور بکنه از اون چیزی که این بلاها رو سرش میاره، ولی نه، ما ایرانی ها باز هم دو دستی چسبیدیم به یک چیزی که غیر از خونریزی و بدبختی و بلا و بیچارگی و شیون و زاری برای ما چیزی نداشته. من به خاطر کار روزانم که روان پزشکی هست، بدبختانه پدر مادران رو میبینم که جوانهای خودشون از دست دادن. این دردی هست که من به شما میگویم هیچ وقت از بین نمیره. گذشت زمان که هر زخمی رو درست میکنه، این زخم رو نمیتونه درست کنه که یک پدر مادری
که فرزند دلبند خودشون رو از دست دادن. هر چه که زمان بگذره این درد بیشتر و بزرگتر میشه و گرایش اون زن یا مرد، اون مادر یا پدر درد کشیده به خاموشی و سکوت بیشتر و بیشتر میشه. و خب امیدوارم که ما نگذاریم که جان این جوانان به ناحق از دست رفته باشه، ما نگذاریم که اشک این پدر مادران به ناحق بر زمین ریخته شده باشه، هیچ وقت نباید فراموش کنیم. ولی در ضمن ما در فرهنگمون اهل انتقام جویی و کشتار و این چیزها هم نیست. این آقایون خدا کنه این پولهایی که بیلیونها دلار پولی که دزدیدن براشون بسنده باشه، دست از قدرت گرایی بردارن و شرشون از سر ما کم کنن بعد از 1400. دیگه هیچ گروه اشغالگری در تاریخ به این اندازه در این زمان دراز نتونسته. ببین ما فقط سرزمینمون اشغال در اشغال بیگانه نیست، مغزهامون در اشغال بیگانه. رها کنیم، مغزمون رو آزاد کنیم، گفتگوهای دیگر رو بشنویم، برداشت تازه‌ای از زندگی پیدا کنیم. نه اینکه آنچه که این عرب گرایان و عرب صدایان بر حلقوم مردم ایران فرو کردن صده هاست. امیدوارم از این هم درس بگیریم و در راه پیشرفت کشور خودمون گام برداریم. سپاسگزارم، درست میفرمایین کاملا. و یه تفاوت بسیار بزرگی که الان مردم شاید با همه 1400 سال پیش داشتن اینه که این ابزار ارتباط جمعی و این آگاهی رسانی به دورترین نقاط ایران و همه جهان کلن، این موجب شده که مردم ببینن، لمس کنن درد دیگرانو و بفهمن چه اتفاقی در گوشه گوشه این کشور افتاده، چیزی که شاید تا پیش از این سابقه نداشت. مردم در یک شهری، در یک دهی به دنیا می اومدن، همونجا زندگی میکردن، همونجا میمردن و فقط چون در همون محبت به اصطلاح محصور بودن، اندیشه در همون اندازه میموند. اگه سلطه‌ای بود همینجا پذیرفته میشد، اگر اتفاقی میافتاد مجبور بودن بقا پیدا کنن، بنابراین فکر میکردن دستشون به جایی نمیرسه، همراهی میکردن. ولی خوشبختانه این آگاهی رسانی که حداقل در یک ده 15 سال شاید هم 15 سال گذشته توسط این اینترنت در همه جهان انجام شده، من میبینم در بسیاری از نقاط حتی کوچک و دور افتاده ایران مردم با این ماهواره ها، با این اینترنت و با این امکانات تونستن آگاهی پیدا کنن و الان دیگه اون اتفاقات گذشته اونقدر مخفی نمیتونه بمونه، اونقدر مردم نمیتونه ازش بی اطلاع بمونن و اینقدر عمق فاجعه ریخته شده بیرون در این 40 سال. مردم دیدن و هر روز دارن میبینن، با پوست و گوشتشون لمس میکنن که ما الان عده بسیاری رو میدونیم. من فقط شنیدم که در درون ایران ما 8000 کلیسای خانگی داریم. شما باورتون میشه؟ یعنی من فقط آمار کلیساهای خانگی درون ایران میگن چیزی حدود 8000 تا کلیسا درون خونه های مردم. حالا ببینید همین تعداد افرادی هستن که زرتشتی شده یه مخفیانه هستن و همین تعداد افرادی هستن که شاید اصلا و خیلی بیشتر از این تعداد افرادی هستن که اصلا از اسلام برگشتن و هنوز بلا تکلیفن و نمیدونن به خاطر این همه مشکلات که قراره که به چی باور داشته باشن یا چگونه فکر کنن. خب جناب آقای دکتر، برای ما از قدم اول آغاز کنیم ببینیم مثلا فلسفه دین چیه، خود دین چیه و چه کاری کرده در طول تاریخ دین برای انسان. بله، حالا من در دنباله این سخنان زیبایی که شما فرمودین یک چیز تنها اضافه میکنم، بعد برمیگردم به فلسفه دین که شما اکنون پیش کشیدید. ببینید ما نخستین کاری که باید بکنیم باید در مغزهای خودمون رو بگشاییم. دینهایی هستن که در مغز رو میبندن، یعنی هر سخن دیگری اگر شما حتی گوش بدین به اون سخنان براتون گناه آمیز میشه، میگین به جهنم میرم، بدبخت میشم، حتی سخنان یک دیگر رو هم گوش نمی کنیم. نخستین قدمی که ما باید برداریم این است در مغزهامون رو باز کنیم. این در مغز رو باز کنید
بذارید هوای تازه از بیرون به این مغزهامون بتابه، بذاریم نور تازه بتابه، گرمی تازه بتابه، آن چیزهایی که از دست داده ایم باز برگیریم و به دست آوریم. و این به راستی بزرگترین خیشکاری هر ایرانی. حالا بپردازیم به این که ببینیم این دین ها از کجا آغاز شدن، سر آغاز اینا. به گفته فیلسوفان بیشماری، دین به خاطر ترس از طبیعت در بین انسان‌هاش پیش آمد. به خاطر ترس از طبیعت، میدن آسمان میخورد، میدیدن رود میاد، میدیدن که زمین لرزه میشه، چیزهای بزرگ، جانگیر، نفسگیر. و اینها هیچ دلیلی برای این پیدا نمی کردن، هیچ کنترلی پیدا نمی کردن که در دسترسشون باشه. در نتیجه به این نتیجه می رسن که اینها کار یک سوپر پاوری هست که بر تمام دنیا داره حکومت میکنه و این چیزها بر پایه خواستای اون هست. یعنی اگر فرض کنیم زنان یک شهری بی حجاب باشن، که بیشتر گناه ها در دین ها همیشه گردن زنها بوده به راستی، اگر که در یک شهری بی حجابان زیاد باشند یا زنها شاد باشند، حتی پاشون از در خونه بیرون بذارن، هر کدوم از این کارا رو بکنن، چون اینها گناه است، اون خدایی که اون بالا نشسته و همه چیز رو داره میبینه، بر همه چیز فرمان روایی داره، این باعث میشه که زمین لرزه بشه و تمام زمین و زمان بر سر اون گناهکاران از نظر اونا فرود بیاد. در نتیجه تنها رایی که وجود داره برن در همون خرابه های نیایشگاه هاشون بشینن و دعا کنن که ای خدا دست از سرها بردار، برای یه مدتی هم شده، و ما راحت و آزاد بذار، این بلاها رو سر ما نیار، ما دیگه این راه نادرستی که رفتیم و به زنان و خودمون مثلا این آزادی رو دادیم که این کار بکنن و اون کار بکنن، دست افشانی کنن و پایکوبی بکنن و بی حجاب در خیابان ها ظاهر بشن، دیگه این چیزها رو ما از میان میبریم و به راه تو برمیگردیم. در نتیجه این خدا همینجور ماند. حالا خوشبختانه برای انسان ها و بدبختانه برای دین ها، هرچه که دانش ما بیشتر میشه و از چونی، از چرایی، از چندی چیز آگاه میشیم و میتوانیم مثلا هوا رو پیشبینی بکنیم، میتوانیم زلزله رو پیشبینی کنیم، میتوانیم چون و چندی اینها رو دریابیم از راه دانش، ما یواش یواش میبینیم که این نقش دست کم، نقش منفی خدا کمتر میشه و خود انسان ها دارن بر همه چیز، بر دانش ها چیره میشه. یعنی حالا سخن از زرتشت فرمودید، یک کم بریم در فلسفه دین این رو بسنجیم، ببینیم که به راستی دین با شیوه زندگی، با فلسفه زندگی چه تفاوتی داره. ببین دین وقتی وارد زندگی میشه، غیر از نادانی چیزی برای انسان نمیاد. یعنی اون چیزایی هم که دست پیدا کرده به اونها و اونها رو دریافته، باید اونها رو بزن کنار. همینجور که الان میبینیم در کشور خودمون که هر کسی دو تا تلفن دستی داره، این هنوز میره پای سخنان این آخوندها میشینه و اشک میریزه زار زار. برای چه کسانی که از اون بگذریم. در نتیجه ببینید دین دانش رو هیچ وقت نیفزود، به هیچ بخشی از زندگی انسانها کمک نکرد. گاهی وقتی ما میبینیم به راستی من حالم بد میشه، به راستی گاهی میبینیم که این
بزرگان دینهای گوناگون دور هم جمع میشن و به هم دیگه بغل میدن و دست میدن و بر روی هم دیگه لبخند میزنن که ببینین ما چقدر با هم دوستیم، همه با هم پسرمو دخترمو هستیم، همه خداشناسیم خداپرستیم، بیاین دور هم جمع شیم یگانگی. و همچین که پا بیرون میذارن دشمن خونه هم دیگه، هر بد و بیرایی که شما فکرش بکنین درباره هم دیگه میگن. این است که ما دانش هست که ما رو پیش میبره، دانش درست، دانش مینوی، آنچنان که در گذشته با ارزش و ارجمند ما میگفتن، نه هر دانش. شما ببینید هر دانشی رو میتونیم در راه نادرست به کار ببریم. اون رادیو ایزوتوپ یا اون ایزوتوپ مواد رادیواکتیو که میشه باش بمب ساخت، باش بدترین پلوتونیوم یک گرمش 100,000 نفر رو میتونه بکشه. میتونیم در این راه ازش استفاده کنیم، بمب بسازیم، از این زهر چیزهای زهرآگین بسازیم، انسانهای دیگر رو از بین ببریم و بکشیم، زندگیشون تباه کنیم، یا اینکه میتونیم جانها رو نجات ببخشیم. همینجور که در دانش پزشکی امروز میبینیم که از رادیو ایزوتوپ های گوناگون به اندازه درست در راه درست و وسیله و در دست انسانی که دانش این کار داره، وقتی که این به درستی مصرف شه، ما میبینیم که جانها رو نجات میده، خانواده ها رو، زندگی ها رو نجات میده. این است که دانش، دانش مینوی باید باشه، دانشی باشه که در راه پیشرفت انسان به کار گرفته بشه. در نتیجه تنها راه رسیدن به چونی و چندی و چرایی هر چیزی از راه دانشه، نه از راه گرویدن به یک دین. حالا شما لطف کردین فرمودین که من زرتشتی هستم و از این و از آن سخنهای نازنین رو به جای گفتم. شما ببین، من که میگم من زرتشتی هم، من پیروه یک فلسفه زندگی هم که به راستی حالا اگر زرتشتم در اون زمان اینها رو نگفته بود، من پدر مادر نسبتاً بدی نداشتم، اینها رو از پدر مادرم یاد میگرفتم. آخه کار بد کردن، یکی رو آزردن، ناشادی رو در جهان افزودن، اینها به درد چه انسانی، به درد چه قومی میخوره؟ دین زرتشت، تمام گفته های زرتشت میشه شما در 45 دقیقه گاتای زرتشت رو بخونید. گاتای زرتشت همون سخنان زرتشت یه گفته که ما فراموش کرده بودیم بدبختانه. آخه فلسفه و شیوه زندگی زرتشتی تبدیل به یه دین شده بود مدت‌ها و هنوزم تا اندازه‌ای هست، که مثل هر دینی گفتن دین مسیحی داره پیشرفت میکنه، به خاطر اینکه میگه خدا همه کارهای شما رو میبینه از اون بالا. آخه این خود 10 بیلیون آدمه، این چه تشکیلاتی داره که از اون بالا داره هر روز؟ اون وقت میگه تمام زندگی شما دست خداست، هر فکری که به سرتون میاد دست خداست. خب خدا این فکر من از من دور کن، این فکری که بده، تو که میگی همه کاره هستی، چرا اجازه میدی که من فکر بد بکنم؟ اگه بده بود. ببین در بعضی دین ها هست حتی اندیشه نادرست گناهه، یعنی به خاطرش میری تو جهنم، دوچار آتش جهنم میشی. حالا این آتش جهنم رو کی افروخته؟ همون خدایی که بخشایشگره، بخشنده است، از همه گناهان میتونه بگذاره ولی نمیگذاره. وقتی که شما کار بد بکنین بیچاره میکنه برای همیشه. حالا بگو بابا زندان هم یه دوره داره، میگه شما گناه بکنین برای همیشه در آتش جهنم میسوزید. آخه این چجوری، این چه بخششگری، این چه داد خداوندی است که به خاطر یک کار نادرست انجام دادن، یک
گناه کردن که تازه تخم اون گناه، اون گناه رو هم خود خدا انگار کاشته، چون هر چی که هست و نیست در دسترس اون خداست و اون میچرخونه. در نتیجه خب این برداشت فلسفی از دین ما میبینیم راهی غیر از جدایی افکندن. همینجور خدمتون گفتم این دانشمندان دینهای گوناگون می نشینند از هم تعریف می کنند، به مزید دو قدم از هم دور شدن سرکله هم می زدن، بعضی هاشون نقشه خونریزی و بمبگذاری و به چه گونه بکشیم که بیشتر ترس در دل اینها و ترس در دل فرزندان و نباهاشون بکاری که کردن این کار در ایران. حالا بگذاریم، این است که ما می بینیم که هرچه دامنه دانش گسترده تر می شه، این زحمت و کار خدا، خدا رو شکر، کمتر و کمتر میشه و ما همه داریم بهره‌های دانشورزی، دانش آموزی و بر پایه دانش مینوی رفتار کردن رو میبینیم. من خودم حالا یک کمی از سخن دور میشیم، هر روز که از این آیفونم استفاده میکنم، از این گوشی به گفته ما ایرانی ها و یه تلفن دستی، هر چیزی، تلفن همراه، میگم خدا بیامرزه این استیو جاب رو که این شیوه رو برقرار کرد، ما چجوری زندگی میکردیم بدونیم و این چقدر کارهای زندگانی ما رو از همه نظر آسان تر کرده. ولی دینی که به راستی دینی که بیاد کارهای زندگی ما رو مرتب و راحت‌تر و آسان‌تر بکنه، هم چیزی وجود نداره. و این که میگن اگر همه دیندار بشن همه یک دست میشن و خوب میشن، این چیزا که میدانیم خبری نیست. دین‌ها بزرگترین مایه جنگ و اختلاف بین همه انسان‌ها در همه دوران‌ها بوده و هنوز هم هست. در ظاهر ممکنه بگیم که این کاری کردم، ولی وقتی برمیگردیم میبینیم اصلش اون برداشت دینی هست که به برخی از هواداران خودش اجازه میده بدترین و زشت‌ترین کارها رو انجام بدن. همین جور که خب ما همه بیشتر آشنا شدیم با رویدادهای پس از قادسیه، شکست ایرانیان از تازیان آشنا شدیم و میبینیم که اینها راستی هر کاری که میکردن، در یک هفته میگویند 60,000 زن و دختر ایرانی رو به بازارهای یمن و حجاز در بازارها فروختن به عنوان برده جسمی و جنسی. خب اینها احساس سرافرازی میکردن، نه احساس بدی داشته باشن، میگفتن خداوند خواسته که ما این کافران رو شکست بدیم و در شکست ما دستن در کار بوده خدا و هر کارم که هر بلایی هم سر اینا میاریم خواست خدا، میباید خدا نذاره که اینا شکست بخورن. این هست که فلسفه دین به این گونه بدبختانه پیش میره. ولی حالا شما درباره دین زرتشت سخن گفتین، به راستی من دینی به نام دین زرتشت نمیشناسم. حالا برخی میپرسند که این دین زرتشت یک فلسفه است، یک به راستی دین مثل دینهای دیگه، جایگاه این کجاست؟ زرتشت خودش رو پیامبر میدونست یا آموزگار میدونست یا فیلسوف میدونست؟ این آخه کدوم یکی از اینا؟ من وقتی که بخوام پاسخ کوتاهی بدم میگم زرتشت نابغه عجیبی بود، به راستی نابغه بود که شاید هر 10,000 سال یک بار پیدا میشه. ما خب نوابغ فراوانی داشتیم، فردوسی مثلا نابغه دیگری است که در نظر من، در دیدگاه من، جایگاه بسیار بالایی داره. خب
شما ببینید این فردوسی یک نابغه‌ای هست که در 5000 سال احتمالاً یک بار یک هم چیزی در جهان پدیدار میشه. و خب در رشته‌های گوناگون ما نابغه‌ها یا فراهوشمندان گوناگونی داشتیم. زرتشت هم سردسته این فراهوشمندان بود از دیدگاه من. و وقتی که از من میپرسن کدوم یکی از این ستا بود، این آموزگار بود، پیغمبر بود، یا اینکه فیلسوف بود، بله، من میگم هر ستای اینا بود، هر ستای اینا بود، ولی زرتشت بیشتر آموزگار بود و فیلسوف. و فلسفه‌ای که بنا گذاشت بر پایه دانش بود شما و دریافت از طبیعت، آنچه که جلو چشمم. زرتشت هیچ وقت نگفت که خدا اومد منو برگزید و در گوش من سخن گفت زرتشت هیچ وقت همچه چیزی نگفته و میگوید که من به دورورم نگریستم و درباره آنچه که میدیدم اندیشیدم، دریافتم که این جهان پر از دانش و هرچی که به دانش بیشتری به دست بیایی به خداوند نزدیکتر میشی، چون خداوند مزداست، ابردانا، مز یعنی بزرگ، دا یعنی دانش، ابرداناست، داننده همه چیز. شما اگر بخواید یک حتی خودنویس بسازین، باید تمام دانشی که در این خودنویس به کار رفته، تمام این دانش رو داشته باشید، تمام دانش فیزیکی، شیمیایی، همه گونه چیزی درباره این خودنویس بدانید تا بتوانید آن خودنویس رو بسازید. حالا وقتی ما به کهکشان‌ها نگاه میکنیم، زرتشت میگوید سازنده همه این کهکشان‌ها ابردانش بود، دانشی که همه این چیزها رو میدانست. درباره جاذبه زمین و آسمان و ستارگان و این و آن میدانست، درباره ذرات و کوچیک میدانست، درباره چیزهای بزرگی به بزرگی کهکشانها خورشید میدانست. یعنی هر چی که هست و نیست، زرتشت میگوید هر چی که هست و نیست در خداونده و خداوند در همه چیز هست. الان من و شما که داریم با این کامپیوتر با هم سخن میگیم، الان این بخشی از دانش خداوندی است که ما دریافتیم و میتوانیم از این راه، کوه پشت کوه، شهر پشت شهر، من و شما میتونیم با هم سخن بگیم. این دانشی هست، دانش خداوندی است. خداوند الان در این کامپیوتر هست، نه اینکه خودش باشه، نه اینکه انسانی باشه که بیاد تمام این، نه، دانشش اینجا بوده و ما دانش مفهومه، در واقع این مفهومه، مفهوم این که همه چیز در هستی بر اساس دانش بنا شده. درست. و کسی که تمام این هستی رو آفریده یا ایجاد کرده باید همه این دانش ها رو درش گنجونده باشه تا این همه سیستم منظم با هم دیگه کار کنن، از زنده و غیر زنده، از خاک و هوا و آب و همه چیز. این خیلی دیده جالبیست. درست. این است که من همیشه به کوتاهی میگویم که خداوند در همه چیز هست و همه چیز در خداوند. در نتیجه ما از این دانش دور نمیشه. حالا زرتشت میگوید هدف اصلی انسان امرتت هست. امرتت همون واژه است در انگلیسی شده ایمورتالیتی، مارتا، مرد یعنی مردن، از بین رفتن، جاودانگی. بعد زرتشت میگوید شما هرچه بر دانش خود بیفزایید
جاودانه تر میشید. و الان خدمتون بگم در 40 سال آینده میگویند که مرگ انسان یک کیفیت داوخواهانه خواهد بود، یعنی داوطلبانه، یعنی تا وقتی که من بخوام زنده باشم میتونم زنده باشم، وقتی که دیگه نخوام خواستش از دست یا پول نداشته باشم، اون وقتی این موقع خداحافظی کردن و دست از زندگی کشیدن. شما ببین ما انسان ها در راه، به گفته زرتشت، در راه ایمورتالیتی داریم پیش می‌ریم، در راه امرتا، همون که ماه امرداد ما داریم که الان میگیم ماه مرداد، مرداد یعنی مردنی. به جای اینکه بگوییم امرداد، حتی در رسانه‌های گروهی بیرون از کشور ما می‌بینیم رسانه پردازان بسیار صدا کلفت و خوشبیان اینها میگویند مرداد، ماه مرداد، ماه مرداد، ماه مردنی، با تشریف ببرید. این آخه چه گفتاری هست؟ ما در آنچه که ببخشید از صدای این دستگاه من نمیتونم قطعش کنم، آنچه که در دین زرتشت، در فرهنگ کهن ما که بر پایه دین زرتشت بوده، بعضی چیزاش هم به کلی دیگرگون شده. همینجوری گفتم بدبختانه زرتشت، زرتشتیان هم برای که به دنبال نیفتن برای خودشون دینسازی کردن، منتها دینسازی بود که بر پایه همون گفتارهای فلسفی زرتشت بود. در نتیجه ما میبینیم که در ایران در اون زمان پیشتازی خودش، پیشتازی میگم منظورم پیش از تازیانه، پیش از یورش تازیان، در اون زمان ما میبینیم که یک فرهنگ گسترده ای بوده، جنایت و خونریزی اینها کار درستی شناخته نمیشده، با وجودی که ما چند تا شهریار دیوانه هم داشتیم، به راستی آدم های درست حسابی نبودن، یکیشون شیرویه بود، شاید تا حدودی خسرو پرویز بود، که اگر این خسرو پرویز بهرام چوبینه رو به اون صورت از بین نبرده بود، اگر این که نرفته بود به روم و خون و رگ پوست رومی با خودش به ایران نیورده بود و بر تخت ننشونده بود، ما شاید این سرنوشت رو نداشتیم. ولی خب یک شهریاری بود گمران، نیمه رومی، و دیدیم که چه بلایی بر سر دربار ایران آورد و بر سر شاهزادگان دیگه آورد و بر سر ملت ایران آورد، نتیجه کارهاش نه خودش به راستی و مستقیما، و اون دست تازیان رو باز گذاشت که اون خونریزی بزرگ رو برای ما به راه بندازن و بعد اشغال کنن سرزمین و اندیشه هم. به هر حال شما ببینید همینجور که خدمتتون گفتم، ما وقتی میگوییم دین زرتشت یعنی اندیشه درونی بر پایه گفتار زرتشتی، اگه اون باشه پذیرفتنی، ولی این که تمام چیزهایی که موبدان زرتشتی نوشتند و گفتند درست باشه هم چیز نیست، ولی در ضمن یک دست هم نمیشه خردگیری کرد از آنچه موبدان گفتند. مثلا موبد تنصر به راستی دانشمند بوده، نوشته هاش بسیار ویژه و شنیدنی و خواندنیه، یا ارداویراف به همچنین، اینها کسانی بودند که دریافته بودند پیام اصلی زرتشت. دریافتن پیام اصلی زرتشت راستی کار هر کسی نیست. من همیشه وقتی که سخن میگم به شوخی میگم زرتشت به راستی یک کار بلد نبود و اون کار تبلیغاتی بود. تبلیغات دینش تبلیغات درستی نیست که شما میتونید
زندگی خودتون بسازید. شما سازنده زندگی خودتون هستید. با دعا و ثنا و نیایش و اینها به جایی نمیرسید. مگر اینکه مدیتیشن، بله خوبه، آره، هر سخنی شما در ضمن مدیتیشن بگید و مدیتیت بکنید. خود زرتشت هم این کارو میکرد و در گاتا ازش سخن میبرد، اون اشکالی نداره. ولی اگر که ما بخوایم باز همه چیز رو برگردونیم به اهورامزدا، و خدا اهورامزدا یعنی آفریدگار همیدان، ابردانای آفریدگان، به گفته دکتر جعفری سخن زیبایی دارن، میگویند که زرتشت جهان بینی رو در زمینه جهان نگری میآموزه. یک همچین سخن زیبایی اصلا، شاید من یک کمی این بر اون ورش کرده باشم. یعنی زرتشت، آموزگار زرتشت آنچه بوده که جلو چشمش میدیده. میدیده چگونه اگر شما یک تخم گندم بکارید، گندم در میاد. تخم جو بکارید، جو در میاد. شما اگر که یک درختی رو نگاه کنین، از یک رسته کوچک یک سانتیمتری از خاک سر در میار، میبینین به چه درختی تبدیل میشه. زرتشت از اینها آموخت و دانست که راه درست، راه دریافت دانشی هست که بر پایه اون دانش تمام این چیزها انجام میشه. آقای دکتر، یعنی اون برداشت کلی که میشه از صحبت شما کرد اینه که فلسفه زرتشت فلسفه نگاه بر مبنای دانش و خرده. و اگر شما نگاهتون بر مبنای دانش و خرد، شما تو برنامه های مختلف گفتیم دانش به تنهایی اون به معنی که در غرب میبینید حتما خیر همگان یا اخلاقگرا نیست، ولی خرد کسی است که دانش رو داره و در این حال اتیک یا اخلاق رو هم داره رعایت میکنه در استفاده از اون دانش یا کارگیری اون دانش. بنابراین اگر افراد یا ایرانی ها در فردای رفتن این حکومت میخوان باور و آینی داشته باشن، چه بهتر، چون ممکنه همه ما احتیاج و نیاز حس نکنیم به یک آیین یا یک مذهب به اصطلاح یک دین، ولی اونهایی که این نیاز رو به دین حس نمی کنن باز میتونن بر مبنای فلسفه زرتشت و نگاه زرتشت، همون که میگیم دانش و خرد و در واقع گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیکی که ما همیشه میگیم، بر این مبنا زندگی بکنن که هم خیر همگان تامین میشه، هم بهترین برای همه خواهد بود. چون راه درست راه زندگی است که همه ما میخوایم که خوشبخت توش باشیم. کسی با راه نادرست به خوشبختی در جهان نرسیده، یا حداقل آخر و عاقبت خوشبخت و درستی نخواهد داشت. اما برای اونهایی که باورمند هستن که باید حتما یک سری ریچوال یا یک سری مراسم مذهبی هم داشته باشن، مثلا ازدواجشون، زناشویشون بر مبنای چی باشه، به خاک سپردن مردگانشون مراسمش چگونه باشه، فرزندانشون که متولد میشن چه چیزایی رو باید به عنوان راه و چاه زندگی یا مراسم یا آداب انجام دادنی جامعهشون یاد بگیرن، برای اینها اون قسمتی از دین زرتشت میتونه کارساز باشه که دوست دارین شما برین یه آتشکده‌ای باشه، یه نیایش‌هایی رو بخونید، یک مراسمی رو انجام بدید، یا یک روزهای از ماه مثلا گوشت نخورید، یک روزهای بخورید، یک کارهایی بکنید، یک کارهایی نکنید. برای اون عده‌ای که نیاز به همچین چیزی هم دارن، باز این دین زرتشت با اون قسمت مراسم یا احکام یا ریچوالش رو میتونن استفاده بکنن که اون قسمت نوشته موبدانه و اون موبدان هم برحال در جامعه آبا و اجدادی ما زندگی میکردن و این شیوه زندگی نیاکان ما بوده. حتی اگه امروز به نظر ما خیلی خیلی چیزاش ممکنه که دانشی یا درست یا مثلا علمی نباشه، ولی برحال شیوه بوده که پدران و مادران ما زندگی میکردن. اگه دوست دارید ایرانی باشید، مراسم مذهبیتون اون باشه. اونایی هم که مذهبی نیستن ولی فقط دنبال یک نگاه ایرانی و نگاه جهانبینی ایرانی میگردن، بیان و بر مبنای نگاه فلسفی زرتشت این باور رو داشته باشن. در نتیجه سخن ما اینه که ما در ایران میتونیم از باور زرتشتی و نگاه زرتشتی و آیین زرتشت یا دین زرتشت
از همه چیش استفاده کنیم برای بخش‌های مختلف نیازهای جامعه، بخش‌های گوناگون مردم در جامعه، ولی همه اینا میتونه مانع بشه از ورود هر گونه دین وارداتی و دین غیر ایرانی که درست. نگاهی توش هست که نگاه ایرانی نیست. درست. حالا ببینید شما به چند چیز خیلی ارزشمند اشاره کردین. یکی این که در دین زرتشتی واژه‌ای هست به اسم عشا که همه جا ارتا، ارده، اینا همه از عشا گرفته شد، یعنی راه درست. عشا یعنی درست. بعضی راستی ترجمهش کردن، خیال میکنن که یعنی همش میگه راست بگیم، راست بگیم، حرف دروغ نزنیم. راستی چیز دیگه است. راستی عشا اون راهی هست که بر پایه دانش همه جهان هستی هست، یعنی هنجار. بله، یعنی کار با سامان با هنجار به هنجار انجام داره. حالا یکی میپرسه میگه آقا خب این گفتنش آسونه، کار به هنجار یعنی چی؟ کار درست از کجا بفهم؟ اتیکس یعنی چی؟ ما از کجا بفهمیم کدوم کار درست یعنی؟ زرتشت از دیدگاه من بهترین پاسخ رو در این زمینه گفت. گفته کار درست اون است که مایه شادی و پیشرفت بشه. مایه شادی و پیشرفت. شما ببین دیگه سخن از این درستر و زیباتر نمیشه باشه. درست. زندگی بر پایه پیشرفت. حالا یعنی اینکه آسیبی هم به دیگران نزنی، به خودت هم نزنی. اگر شما جوری زندگی کنی که به خودت و دیگران آسیب نزنی، راسته. درسته. اینقدر این فلسفه دین زرتشت شاخبرگ‌های گوناگون داره که به راستی شیرین حتی دربارش اندیشیدن و سخن گفتن. حالا انجام دادنش که بگذاریم چقدر شیرینه و نتیجه خوب. شما ببینید وقتی که سخن از راستی به میان میاد، همینجور که خدمتون گفتم، زرتشت بهترین تعریف رو در دسترس ما گذاشت: شادی و پیشرفت. شادی میگیم چی هست؟ شادی در دین زرتشت این نیست که من همش موسیقی بذارم برقصم بگم به به چقدر خوبم و تو بانکم پول زیاد دارم و خیلی شادم. همچه شادی در گاتا نیست. Radiant happiness. Radiant یعنی چیزی که شادی تابنده. اگر من شادم باید شادی تابنده داشته باشم، به دیگران هم تابشی داشته باشم، دوروبر خودم شاد کنم. هرچی دوروبرم شادتر بشه من شادتر میشم. هرچی دوروبرم غمگین‌تر و بدبخت‌تر و بیچاره‌تر و درمانده‌تر باشه منم درمانده. برای همین بود که ما ایرانی‌ها همیشه باور داشتیم خوشبختی پدیده جمعی است و اگه همه جامعه احساس خوب و خوشی و خوشبختی نداشته باشن، حداقل تا یک درجاتی احساس رضایت از زندگی رو نداشته باشن، من به تنهایی در یک کاخ طلا نمیتونم احساس خوشبختی داشته باشم، در حالی که پامو از اون کاخ طلا بذارم بیرون تا زانوم بره در لای و لجن و گرفتاری‌های جامعه وجود داشته باشه. این دور زمونه اندیشمندانی که میخوان حرفای بزن که برای این دوره یک کمی به درد بخور. میبینیم همون حرفای زرتشت رو میزنم بدون خودشون بدونن. خب آدم های هوشیار با فکری هستن و درست همون چیزها رو در میارن. این روزا یک شنبه شما بعضی از این سخنرانهایی که استادیوم 30,000 نفری رو پر میکنن، اینها اون قسمتی از سخناتشون که به نظر مردم درست و جذاب میاد، توجه بکنید حرفای زرتشت که نزدیک به 4,000 سال پیش زرتشت این اندیشه ها رو در جهان کاشته. ولی همینجور گفتم زرتشت از نظر تبلیغاتی وقتی بسنجیم به نسبت بعضی از دینسازان که وجود داشتن در طول تاریخ، این قسمت تبلیغاتیش خیلی ضعیف بوده. هنوزش هم متاسفانه آیین زرتشت و باورمندانش تأثیر مؤثری ندارن در تبلیغ. درست، از خود زرتشت اینجا دارم خوردگیری میکنم. این اگر یک کمی اومده بود، کوتاه اومده بود، گفته بود کار درست اگه بکنین، مثلا یک جایی میرین که در اونجا همون داستان ها هست، داستان میتونین هرچی بخواین، کارهای بدی که تو این جهان
با گناه، با ترس، با لرز انجام دادین، اونجا باز جلوتون همه چیز هست، میتونین انجام بدین بدون ترس، بدون لرز. خدا هم دیگه کاری بهتون نده. ولی یک چیز دیگه که من همیشه روش تکیه میکنم این است، به دوستانم که میگن این حرفای تو پرپایه دینی درست حسابی نده، میگم شما که میخواین با خدای خودتون سخن بگین، حالا هر خدای است، این خدایان هم با هم خیلی فرق دارن، میگم با خدای خودتون میخواین سخن بگین، به زمین نگاه میکنین، نه دستاتون میبرین به آسمان، میگین ای خدا مثلا فلان خواسته ای منو انجام بده، دعا میکنین، به بالا نگاه میکنین. در نتیجه شما میدونین خدا جاشون بالاست، خدا لطفا پایین نیارین. این خدا را ای روز زمین بیارین، غیر از جنگ و خونریزی و بدبختی هیچ چی دیگه برای آدم نده، بذارین همون سر جاش باشه، این کارهای کهکشا سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی خیلی برنامه جالبی بود. ما باید یه همچین جستارهایی رو حالا در قسمت‌های گوناگون این جستار خیلی گفتگو زیاد هست، برای هر کدومش میشه گفتگوی کاملی انجام داد، حتما اینها رو باید بیشتر انجام بدیم و اینو ببریم، این آگاهی رسانی رو به میون جامعه. سپاسگزارم ازتون برای این برنامه خوب و سخنان بسیار با ارزشتون و زمانی که گذاشتید که در برنامه ما باشید، و سپاسگزارم از همه بینندگانی که این برنامه رو نگاه میکنن، با ما پرسشاشون رو در میون میگذارن و این برنامه ها رو گسترش میدن. باز هم ازتون میخوام که حتما با جنبش نوزایی ایرانی همراه و هم گام باشید، وبسایت های ما رو ببینید، کانال یوتیوب ما رو ببینید، وبسایت به انگلیسی و فارسی ما داریم، و خواهش میکنم که به طور فعال حتی از درون ایران با ما همیشه در تماس باشید و پرسشاتون هم بپرسید. سپاسگزارم و تا برنامه آینده، خدا نگهدار. خدا نگهدار.